مسیح این شدم و این هم برنامه شماست. 240مین برنامه تبلت که من همچنان تو قرنطینه از تو خونه از زیر زمین با این دوربینی که کاشتم جلوم در خدمت امت حزب الله همیشه در صحنه و برادران زامبی ببخشید برادران بسیجی همیشه در میدان هستم. خصوصا اون دسته از بسیجی که سندروم دست بیقرار دارن دستشون رو همینجا رو میکنیم براتون. درست کن الان برای چی میزنی؟ این باید میشد یکی از شخصیت های سریال پایتخت. نقی بهبود ولکن تقصیر رو انداختن گردن زحمتکش های مملکت. هیچ کس به اندازه بسیجی های غیر زحمتکش سندروم دست بیقرار ندارن، اونم تو روزهای کرونا. اونم کجا؟ هر جا، تو خیابون، تو دشت و دمن، تو کوه و بیابون. طرف تا میبینه باد میپیچه لای موهای زن، یهو بادی به قبقبش میندازه و دست بیقرارش رو میبره سراغ جیبش. کجا بود؟ تلفنم؟ دنبال تلفن میگرده. به کی زنگ میزنم؟ کجا زنگ میزنم؟ چی شد؟ کی بود؟ چی بگم؟ اختلاسگرا آسوده بخوابی که بسیجی مشکل اصلی مملکت رو پیدا کرده. از من فیلم هم میگیره. تو کوه و کمر میخواد زنگ بزنه آقا بزرگشون بیاد خانم رو به خاطر 4 تا مو ببره زندان. صدای گریه بچه رو شنیدی؟ باورتون میشه بچه کوچیک گریه میکنه که مامان من میترسم. مادرش هم میگه نترس، ولی بسیجی اصلا صدای بچه رو نمیشنوه. چرا؟ چون وقتی پای هدف مقدسی در میون باشه خون جلوی چشای بسیجی رو میگیره دیگه. بچه کیروچن اصلا به همون هدف والای خودش که همانا فرستادن زنان به بهشت تمرکز کرده خلاص. بسیجی جماعت اصلا به بچه خودش هم رحم نمیکنه. بچه رو از کورش پرت میکنه پایین که زن بی حجاب رو از چنگ شوهر بی غیرتش نجات بده و از بالای کوههای ولنجک صاف بفرستدش بهشت. این شکلی تمام زور بازوش رو هم به کار میگیره. فکر میکنید چرا اینا با بچه های خودشون هم رحم نمیکنن؟ شما چش بصیرت ندارید؟ اینا به فکر همون بچه های خردسالن اتفاقا که مبادا با دیدن یک جامعه فاسد، با دیدن موهای زنان تحریک بشن، یا مبادا مردها با دیدن بچه های خردسالی که آستین کوتاه دارن، دامن کوتاه دارن، موهاشون بیرونه تحریک بشن. برای همین فضای جامعه رو میخوان برای این بچه ها معنوی کنن. فکر میکنید اینا رو من از خودم در میارم؟ نه خیر، 40 سال عذرات بچه های دختر و پسر رو از همون خردسالی، از همون دوران شیرخوارگی با نگاه جنسی برانداز میکنن. ایناش اخیراً یکی از کاریکاتوریستای ارزشی که خودش تو کیهان و رسالت و وطن امروز، یعنی جمعی رسانه های اصولگرا و ارزشی، یه عمر در راستای حمله به زنان بدون حجاب جهت جلوگیری از تحریک شدن مردها قلم زده، حالا آشچنان شور شده که شکایت و شکوش تمام عالم رو پر کرده. باورتون نمیشه چشاتون گرد میشه. تو توییترش لو داده که وقتی این طرح رو کشیده با موضوع کودک و خانواده، نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی بهش گیر دادن که جای این بچه دختر و پسر رو جای کودک رو عوض کن. فکر میکنید چرا؟ میگم بهتون، چون این دختر بچه نشسته رو گردن پدر و مردها هم به گردنشون حساس، ممکنه باعث تحریک جنسی پدر بشه. آقا اینا مریضن، اینا آلتهای جنسی سرگردان مادام التحریکن که همینطوری دارن تو خیابونا دور میزنن، همینطوری هم تحریک میشن. اینا هر جای دنیا باشن بستری میشن، ولی تو ایران اینا رو نه تنها بستری نمیکنن بلکه بستری فراهم میکنن جهت فرهنگسازی. سالانه از محل ردیفای بودجه بهشون پول هم میدن، میگن بریم به مردم درس اخلاق بدین. فکر میکنید کیهان و رسالت و وطن امروز و همون کاریکاتوریست و بقیه بروبچ بسیجی و زامبی و آمران وحشت از کجا یاد میگیرن که نه فقط ما زنها بلکه کودکان و خردسال هم آبجه جنسی هن و میشه بهشون نگاه جنسی داشت از شیرخارگی، از دبستان؟ اصلا اسلام بدونید شرط بلوغ رو هم برای ازدواج نگذاشته. با مسئله رابطه دختر و پسر اسلام اینقدر باز برخورد کرده، میگه دختر و پسر دبستانی هم میتونن با هم ازدواج کنن. حالا فکر میکنید این تئوریسین صدا و سیما و کیهان و رسالت و وطن امروز که از محل ردیف بودجه هر ساله پول میگیره تا به ملت درس اخلاق بده، از کی یاد گرفته که کودکان خردسال عامل تحریک جنسی محسوب میشن، عامل اطفاء نیاز جنسی و غریزه جنسی؟ حالا فکر میکنید ایشون از کی یاد گرفته که کودک 13 ساله هم میتونه عامل تحریک و اطفاء افتا چی بود؟ همون چیز جنسی محسوب بشه که بر اساس قانون یه مرد میتونه باشه ازدواج کنه، عقد کنه، صیغه کنه، لذت جنسی هم ببره. واقعا ایشون از کی یاد گرفته؟ معلومه
از امام خوبی ها، از امام دوران طلایی، از امامی که در کتاب تحریر الوسیله گفته نزدیکی با زوجه قبل از 9 سال جایز نیست. خدا رو شکر که امام اجازه دخول ندادن. اما جان من، بقیه کتاب رو بخونید. خمینی نوشته اما سایر لذت ها مانند لمس نمودن، با شهوت بغل کردن و تفخیص او حتی اگر کودک شیرخوار باشد اشکالی ندارد. من میخوام این سر من چنان بزنم به دیوار که مغزم بپاشه بیرون. نه جان من، شما عصبانی نمیشین که 40 سال یک همچین موجودات مریض جنسی رو به عنوان امام خوبی ها به خورد ما دادن. از رحیم پور از قدی بگید تا مطهری تا تایزاده تا نبوی تا خاتمی تا خامنه ای تا رفسنجانی تا کروبی تا موسوی، هیچی هم به نسل ما نگفت. امام خوبی ها فرموده بودن که تفخیص با کودک شیرخواره اشکالی نداره. تفخیص اصلا میدونید یعنی چی؟ برید تو ویکی‌پدیا. من خجالت میکشم، واقعا خجالت میکشم بگم تفخیص مورد نظر امام راحل، امام دوران طلایی چی بوده. ترسناک نه؟ تفخیص با کودک شیرخواره همینی بود که دیدین. اگه ویکی‌پدیا رو قبول ندارید، دقت داشته باشید که شما میتونید در ویکی‌فق یا همون دانشنامه حوزوی معنی دقیق تفخیص با کودک شیرخواره رو پیدا کنید. نوشته تفخیص عبارت است از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانهای دیگری. من در شگفتم این نوه نواده ها و نور چشمی های خمینی چطوری تو چشم یه ملت نگاه میکنن و هر ساله با اعتماد به نفس تمام از امام خوبی ها تعریف میکنن که هیچ. من خودم همیشه آرزو میکنم کاش امام 10 سال بیشتر عمر میکرد. اگر 10 سال بیشتر عمر میکرد به نظرم خیلی بهتر شناخته میشد. از محل ردیف های بودجه مجلس شورای اسلامی پول میگیرن برای مؤسسه پدر بزرگشون تحت عنوان مؤسسه حفظ و نشر آثار خمینی و هر ساله این عمل تفخیص با کودک نابالغ رو به شکل وسیع به عنوان آثار خمینی پخش میکنن، تبلیغ میکنن. دانشجوها باید بخونن، از روش برن، امتحان بدن که تفخیص یعنی چی، که آیا قبول بشن آیا قبول نشن. تازه تفخیص با همسر و کنیز حتی با انزال من نمیدونم یعنی چی جایز است. یعنی اگر طرف خدمتکار بود تو خونتون، زیر لب آقای خونه دیگه یه ورد بخون، بعد به دستور حضرت امام امام خوبی ها قرار دادن آلت جنسی مرد بین رانهای کنیز. آقا من باورم نمیشه، من دارم آب میشم ولی اینا تو کتاباشون نوشته شده. اینا رو من نمیگم. 30 سال بعد از ارتحال جاندوز جانسوز جانلوز جانگوز جان 30 سال بعد از جانسوز هنوز هم از ردیف های بودجه پول میریزن به حساب مؤسسه حفظ آثار. اسم مؤسسه خودش شکنجه است. ریاستش هم دادن به صورتگلیشون ایشون که این کتاب ها به آثار خمینی رو تکثیر کنه. همین سال گذشته یعنی سال 98 60 میلیارد تومان 60 میلیارد تومان بودجه به بیت خمینی دادن که 26 میلیارد و 200 تومنش رو به مؤسسه نشر حفظ آثار نفت اختصاص دادن. همین اینایی که من سختم توی برنامه بگم، تو رساله، توی طریقت توضیحات المسائل، توی وسیله التحریین، اما اقسام کتابای خمینی نوشته شده. حالا یک خبرنگار، یک فعال حقوق زنان، یک فعال حقوق کودک، یه نفر از اونایی که به سید حسن خمینی و برا بچ نزدیکه و همزمان هم این روزها به تتلو گیر داده که چرا خواسته با دختران 15 ساله با اجازه پدر مادرش سکس بکنه، حاضر هست یه توکپا بره پیش سید حسن و نعیمه‌شون و بقیه آزاده‌هاشون، ازشون بپرسه شما که به نام آقا هر ساله از پول مملکت بودجه میگیری برای مؤسسه حفظ و نشر آقا بزرگتون، نظرتون در مورد تفخیص، لذت جنسی و قرار دادن آلت جنسی بین پاهای کودک شیرخوار چیه؟ اگه مخالفید چرا حذف نمی‌کنید؟ نه واقعا اگه مخالفید چرا این مزخرفات رو حذف نمی‌کنید از آثارش که نره رو تاخچه‌های خونه‌های مردم؟ اگه موافقید پس چرا به تتلو گیر میدید؟ چرا به کسانی که گفتن دختر بچه رو توی این کاریکاتور از رو گردن پدر بذار کنار که مبادا پدر تحریک بشه، چرا به این گیر میدین؟ خب آقا بزرگ خود شما که همین حرفا رو در مورد کودکان شیرخواره گفته، هیچ کلن وارد ایران شده تا ما زنها رو آدم کنه. اینکه سینما برند و عرض میکنم که دانس برند و اینها، این ترقیاتی که رضا محمد رضا برای شما درست کرده شما را به عقب رانده است که ما بعدها باید جبران کنیم اینها را. شماها آزادی در کارهای صحیح. صحیح فرمودن. راه صحیح هم همونی که امام خوبی ها گفته و کلیه طرفداران امام تفخیص پسند سکوت کردن که هیچ یه ماله دستشون گرفتن. هر ساله هر چی ماله است میکشن روی تمام خشونت هایی که
به رهبری حضرت آقا داره تو ایران اعمال میشه. و بعد میگن مقایسه کنید با کشورهای غربی، تو ایران خشونت علیه زنان خیلی کمه. خدا رو شکر، خدا رو شاکریم، خدا رو شکر. امام خوبیا در رسالهش نوشته که حتی با کنیزم میشه تفخیص کرد. فلزا همونطور که خانم ابتکار فرمودن، وضعیت خشونت علیه زنان اعم از خانگی و غیر خانگی در ایران کمه. چرا؟ چون اون اصلا فرمایش امامه. سکس با کودک شیرخوار هم که جرم نیست چون امام گفته، پس بنابراین جزء خشونت علیه کودکان محسوب نمیشه. ازدواج متعدد مردان و رابطه جنسی با خدمتکار خونه هم که اصلا جرم نیست، امام فرمودن جزء خشونت علیه زنان محسوب نمیشه. گشت ارشاد نخیر، زور گفتن به زنان به خاطر حجاب، به خاطر روزه‌خواری، دین اجباری، اصلا اینا خشونت به هیچ وجه محسوب نمیشه. خدا رو شکر که با همین استدلال حضرت امام تلاش کردن تمام مردم ایران رو هم، همه رو از دم، همه با هم تبدیل بکنن به مأمور، جاسوس، مفتش که بریزن تو سر بقیه مردم بزنن که سبک زندگی متفاوتی دارن. مگه مازندرانی ها میذارن یا رشتی ها میذارن که باز کنار دریاشون مثل اون وقت باشن؟ مگه بندر پهلوی ها مردن که زن و مرد با هم در یه دریا برند و مسئول عشق و عشرت بشن؟ توی گیلان وقتی چای کاری میکردن، تو مازندران وقتی برنج کاری میکردن، پاچه شلوار شدن اینجا بالا، روسری رو پیگیری میبستن، بعضی روسری نداشتن، هیچکی رو تحریک نمیکرد. امام خوبی ها از ماه افتاد پایین، به بقیه گفت برید بزنید همه رو. اسمش هم شد امر به معروف و نهی از منکر. حالا همه حرفم اینه که کرونا باعث شده که بساط ماموران امر معروف فکر میکنین جمع شد؟ نه خیر، همشون دست جمعی کوچ کردن در فضای مجازی. آقایون، خانوما، این شما و این هم ماموران جدید گشت ارشاد در اینستاگرام. رضا رشیدپور یا بخونه یا بیاد مسابقه. حسین نازنین باقری با رعایت مسائل شرعی در پوشش و اینها، خانم ها هم میتونن راه. سلام خانم با، حالتون چطوره؟ خوبم. سنتون چقدر شما؟ 13. یه بار دیگه ریکوست بدین میان روی لایف، حتما بی زحمت روسری داشته باشین. اینم یکی دیگه شون. آقای احسانی جانم، آقای احسانی عزیز، آیا شما میدونید که الان چه ماهیه؟ اردیبهشت. ماه قمریش چیه؟ ماه قمری رمضان. بعد آیا میدونید که برای رعایت عرف جامعه نباید توی لایو آب بخورید؟ اصلا متوجه نبودم، عذرخواهی میکنم. من مجبورم شما رو الان خارج بکنم از لایو، فردا تشریف بیارید مجددا. بابک صحرایی بودن ایشون، ترانه سازی که خودش برای خواننده های لس آنجلس ترانه میسازه، که خب البته پول توشه، شهرت توشه، حلاله. ولی توی ایران این جوان هنرجو رو به خاطر اینکه آب خورد تو ماه رمضان انداختش بیرون. تازه یه روانشناسه که کارش درمان روان مردمیه که به خاطر همین قوانین زندگی دو شخصیت پیدا کردن، اومده کلاس آنلاین گذاشته، به محض اینکه دیده یک زنی بدون حجاب اومده گفته بیرون. باید حجابتون رو بپوشید لطفا. کلن اطراف ما پر شده از گشت ارشاد خونگی، نسل به نسل. خانوم باش، سنگین باش، بکش پایین، ببر بالا. شلوار چقدر کوتاست؟ قوزک پاد، مانتو چقدر تنگه، دامنه چقدر بالاست، یقت چقدر پایینه. اینقدر خود نمایی نکن، اینقدر با پسرها لاس نزن، مردها رو تحریک نکن. مرد دیگه نیاز جنسی داره، کرم از خودته. اوه چه خبره آرایش، چقدر مالیدی، چرا صورتت اینقدر بیروهه، دماغت چقدر نافرمه، چقدر چاقی، باید رژیم بگیری. وا این جسد شدی، زیادی لاغری. مردی کمی گوش دوست داره، سیاه بپوش، ساده بپوش. دختر که لباس جیغ نمی پوشه، دختر که بلند نمیخنده. وای چقدر اشوه میای، چراغ سبز نده، چقدر زمختی. مرد زن ظریف و لوند دوست داره، موهات چقدر وزوزیه، مرد موی صاف دوست داره. زن و نجابتش. خانوم باش، سنگین باش، اصلا هیچی نباش، بمیر. ولی من میگم خودت باش، فقط یه بار زندگی میکنی و اون یه بارم خود واقعیت رو سربلند زندگی کن. سانسور. این صدای آمریکاست.